بازسازی گل برگردون کریستیانو رونالدو به یوونتوس در چمپیونز لیگ. سلام، توی این ویدیو داستان از این قراره که بعد از گذشتن یک ماه زمان میخوایم بریم هم دیگه بازسازی کنیم گل برگردون کریستیانو رونالدو رو در فصل 2017 مقابل یوونتوس که اون بازی رئال 3-0 برد. اینا کاری نداریم. الان ما کیت رئال مادرید واسه سال 2018 و 17 گرفتیم، دانلودش کردیم، به بعد وقتی آوردیم کیت یوونتوس هم واسه سال 2017 گرفتیم آوردیم واسه همون چمپیونز لیگ. با این حال رفتیم ترکیب رئال مادرید رو دقیقاً مثل همون زمان طبق همین عکسی که میبینید در آوردیم و بازیکنای همون زمان آوردیم، نواس فلان فلان، و شماره هاشون هم دقیقاً شماره های همون زمانه چونه که توی تصویر دیدید. ترکیب این بر هم ترکیب یوونتوسه که ترکیب تقریبا اون زمانش هم 3 4 تا بازیکنش فرق میکنه. مثلا زکریا رو ما آوردیم، بونوچی رو آوردیم، مثلا موراتا رو آوردیم، یه 3 4 تا از بازیکناش، بازیکنای خودشون نیستن همونجوری که توی عکس واقعیشون دیدین، ترکیب واقعیشون دیدین، و اون بازیکن ها مثلا هیگواین و خدیرا نیستن دیگه تو پی اس، به خاطر اینکه مثلا یا رفتن لیگای چرت و پرت یا مثلا خداحافظی کردن و اینا، کلا نیستن حالا دیگه. این مرسته 4 تا بازیکن ناقصی داریم، این مر کامله. الان میخوایم بریم هم دیگه بازسازی رو انجام بدیم، اما چون اولین بازسازی هستش که داریم در عین بازی انجام میدیم، فقط ما به کسی کار داریم که پاسو سانتر کرده و کسی که ضربه رو زده، پس ما باید یه دونه سانتر رو کار بخال بکنیم و یه دونه برگردون خوشگل با رونالدو گل کنیم. بازی رو میذاریم روی حالت سوپر استار 30 دقیقه و بریم که بازی رو پلی کنیم. رفقا یه چیزی هم بهتون بگم، کلا ویدیوهای بازسازی گل خیلی زمان میبره نسبت به اون چیزی که شما الان دارین توی یوتیوب میبینید. من دقیقاً 2 روز کامل وقت گذاشتم واسه همین بازسازی گل. اگه بخوایم حداقلش حساب بکنیم بماند چقدر زمان طرف شده. در کل آقا چون بازسازی گل واقعا سخته و زمان بر خیلی زیاد، حتما واسه حمایت کردن از من این ویدیو رو لایک کنید که به بقیه هم نشون داده بشه. دمتون گرم. آقایون نگاه میکنید دیگه، خودتون دارین میبینید کیفیت و کوالیتی کارو. بریم سراغ ویدیو. اینم بهتون بگم که بازی توی ورزشگاه یوونتوس بود، اما چون یوونتوس ورزشگاهی نداره توی پی اس 21 یا من نمیدونم، گذاشت توی ورزشگاه آلیانس. خب آقا بازی شروع میشود، ما باید دقیقاً از همین سمت، چون بازی رو حالت سوپر استار اینا هم سری میان توپ ما رو میگیرن، اما ما از کناره ها راحت میتونیم اینجوری مول کنیم و بریم تو سانت به رونالدو. باری دیگر آقای کارواخال، آقای ادیتور که از حرف من ناراحت شده بودی در مورد کارواخال انتقاد کرده بودم، الان قراره که باش گل بزنیم. ننداز رو مارسلو ابله، سری حرکت کن رونالدو. چرا اومدی تیره یک بزن؟ وای چی زد رونالدو، ولی بد جا میای وای میستی. اصلا تو بعد میومدی به جای بنزما، به جای بنزما میومدی، اصلا خالی خالی بودی. ما بعد آقا فکر کنم ترکیب و یک مقداری توش دست ببریم، چون اینجوری که الان داستان مشخصه عمرن ما بتونیم با این ترکیب که اینو دارن کارو تموم بکنیم. آقا زدی عصب کن، اون موقعی که گل زده شد کارواخال جلو بود، در صورتی که کارواخال دفاع راسته، پس ما میتونیم کارواخال رو ببریم جلو بذاریم توی ترکیب، چون تو ویدیو من نمیدونم جلو بود کارواخال، من نمیدونم کارواخال جلو بود. خب من برای همین میارمش میذارم هافبک راست. بعد الکساندرو گرفتتش، خیلی سخت جا میذاره، ولکن نیست، بذار کنه چسبیده. حالا فس بودو بودو، حالا برگردون گل. آقا گل تمام تمام دیگه، تمام. آقا ای تو قبول داری گل یا نداری؟ صبر کن، باید صحنه بازبینی بشه، صحنه باید بازبینی بشه، صبر کن بازبینی کنیم. آقای کارواخال الان داری میبینیم، آقا اومدش همینجوری اومد به سختی، هرچی تمامتر جا گذاشت بازیکن حریف و سانتر کرد، رونالدو زد تیر یک، تیر دو زد. ماشاءالله کارواخال توپ رو گرفته، حالا این بازیکن یک تیر به زیبا میزنه، کیو زدیم؟ برو 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 رونالدو بی عقب. نه نه بابا سر نزن. دوباره مودریچ کار را میندازه کارواخالو، پاس به کارواخال، سانتر روی ده. حالا وای چقدر بد زدی، اینجا حرکت کرد کارواخال، سانتر هم کرد، بد زد رونالدو. اصلا بد واسطادی رونالدو، بعد تیر دو واسطی بزنی تیر یک زردری. اصلا این ویدیو مخصوص ادیتوره، ادیتور رئالی، این ویدیو هم واسه رئاله، اصلا عشق میکنه ادیت میزنه دیگه، حال میکنه. خیلی سخت، خدا وکیلی یه گلی رو از قشنگ انتخاب کردین، نظرسنجی گذاشتم گل چالهانوغلو یا گل برگردون رونالدو، همه ترکون نه رونالدو رو، اصلا گفتن چالهانوغلو کی هست، ما نمیشناسیم. چه گلی زده مگه؟ اصلا واسه زمین گل زده، گل چیکار کرده مگه؟ آهان یک تیریل زیبا، حالا سانت روی تیر دو رونالدو. نه نمیشه، اینجوری نمیشه. حالا برمیگرده به سمت مودریچ، پاس میده مودریچ، میبینه این بکار بخار رو، حالا رونالدو باید بیاد بیرون بزن. ای بابا، حالا آقای کارواخال به صورت خیلی ریز کاری از میخواد لب خط رد بشه. برو کارواخال، بلو بلو
آبا برو جان من رونالدو بده بهش. آهان هدو زدیم، فعلا هدو زدیم، ماشاءالله کارواخال. حالا سانتر، حالا رونالدو سر نباید بزنی عزیز دلم. خود رونالدو پاس میده، حالا رونالدو بیرونه، سانت سری واسش، هانو برگردون. زیادی بیرون بود احساس بکنم رونالدو، زیاد بیرون بود. مودریچ توپ رو میندازه واسه کارواخال، کارواخال دوباره رابیو پدر سوخته اومد. حالا یک پاس خودش شد، رابیو رو رد میکنه، رونالدو خالیه، میزنه برگردونو. وای خدا، اینجا رابیو رو خوب جا گذاشتیم ولی بعد آقا رونالدو بعد زد. حالا میرسه نفه به آقای کارواخال، رد میکنه همه رو، جا میذاره، بد جور گرفتنش. یک سانتر دیگر، حالا رونالدو نمیخواد بشه. این واقعا این ویدیویی که شما دارین نگاه میکنید واسه من بالای 4 ساعت طول کشیده، برای همینه که بازی ها دارن پشت سر هم رد میشن، اون تایمشون فرق میکنه. اینجا دوباره توپ تو اوت رفته، مودریچ پاس میده آقای کارواخال، یه دونه سانت با پای چپ، هول و ضربه. قبول نیست، قبول نمیکنه ادیتور، ادیتور خیلی با ما سخت میگیره. با ادیتور حرف بزنید لطفا. دوباره توپ برمیگرده روی سر ایسکو، ایسکو پاس میده به مودریچ، مودریچ دوباره به کارواخال، پشتشو میکنه به بازیکن حریف، داره آرام آرام میره، بعد برمیگرده و دوباره پای چپ، سانتر. وای، یعنی بهترین موقعیت ممکن بود که نزدی آقای رونالدو، متوجه هستی که چقدر زمان معطل میشه؟ با توپ لو میره دوباره کروس، توپ رو گرفته به کاسمیرو، میرسونه به جناح راست. چه پاسی داد خدا وکیلی، برو نگیره، برو نگیره، داره میگیره. حالا حالا سانتر، حالا برگردون توی دروازه. آقا خدایی خسته شدم، همینا قبول کنه ادیتور، قبول داری یا نداری؟ خیلی سختی کشیدیم، ادیتور قبول داره، قبول میکنه ادیتور، ادیتور خوبه، ادیتور خوبه، همینا قبول کنه. انصافا 3-1 هم شد بازی، همون ستا، همون ستای خودتون ستای شد بازی، من میگم قبول کنه. آقا نظرت چیه ادیتور؟ یه لحظه آقا نگاه کن، آقا سانت شدش، نگاه کن، نگاه کن، اینجا سانت شد، برگردون، خدای قشنگ زد، به دست دروازه‌بانم نخوردش. میدونم نمره کمی داره اما خدای خسته شدم، قبول کنید و حتما این ویدیو رو لایک کنید که لایکتون روی ویدیو خیلی تاثیر داره. سابسکرایب بشن یوتیوب هم فراموش نشه، اینستاگرام خدا بکنید، سرور بسیم به 70k 80k 90k و 100k 70k رسیدیم. فنکه واسه بازی بعدی یه گل آسان‌تر بگین و خدا نگهدار.